رحیم رشیدی هستم. امروز پنجشنبه 19 مارس 2010 میلادی در شهر پاریس در خدمت خانم نوشابه امیری، یکی از نویسندگان و روزنامه نگاران تا حدودی سرشناس کشورمون هستیم. خانم امیری، بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین برای این مصاحبه کوتاه. لطفاً نظر خودتون رو در رابطه با تحولات اخیر ایران، به ویژه تحولات بعد از دور دهم انتخابات ریاست جمهوری، بیان بفرمایید. با سلام خدمت شما. تحولات ایران به نظر من ادامه در واقع مبارزه 100 ساله مردم ایران در کلیت ایران برای آزادی خواهی، و به نظرم میرسه که اولین باری که در تاریخ ما در واقع وزن نیروهای مدرن در جامعه در برابر نیروهای کهنه به حدی رسیده که میتونه به صراحت و به دقت خودش رو تبیین بکنه. بهترین شکل بروزش هم همین بوده که در واقع در بازی دموکراسی شرکت کرده و شعار رأی من کو رو میده. این شعار به نظرم اساسی ترین شعار و اساره در واقع حق طلبی فردیه که از یک تفکر مدرن میاد و در واقع دموکراسی خواهیه. این جنبش همه مختصات امروز جامعه ایران رو داره. البته همه اقشار و گروه ها و اقوام رو نمیدونم، اقلیت های دینی یا غیر دینی بهش نپیوستند، ولی این چیز رو داره، این ظرفیت رو داره در واقع که خواستهای اقشار مختلف جامعه ما رو مطرح بکنه و مختصات جامعه ما درش قابل ردیابیه. یعنی زنان توش نقش مهمی دارن، جوانان توش نقش مهمی دارن، و از همه مهمتر اینی که بعد از سالها در واقع جامعه به این نتیجه رسیده که باید از طریق دموکراتیک، از طریق مسالمت آمیز و با شرکت در بازی دموکراسی در واقع حق خودش رو طلب بکنه. شما از بازی دموکراسی صحبت کردید، ولی انتخابات در ایران یه پروسه غیر دموکراتیکه در سیستم جمهوری اسلامی ایران. دیدگاهتون در این مورد چی است؟ ببینید، اینکه به جمهوری اسلامی در واقع یک انتخابات غیر عادلانه، غیر منصفانه و غیر آزاد برگزار کرده، بحثی تو درش نیست. ولی وقتی از بازی دموکراسی صحبت می‌کنیم، یعنی که این یک روند تدریجیه که باید در طول زمان و در دل جامعه و در دل تک تک اعضای جامعه در واقع جا بیفته و حذف بشه. بازی دموکراسی همینه که شما در شرکت می‌کنید و به نسبت وزن اجتماعیتون صاحب رأی میشید. وقتی این رأی گسترش پیدا می‌کنه، اکثریت رو دست می‌گیره. با به دست آوردن اکثریت در واقع برنامه های خودتون رو عملی میکنید. غیر از این اگه جور دیگه ای میشد، نه اینکه من هیچ وقت خودم کاندیدامو شد بینه هیچ کدوم اینا پیدا نمیکردم و نکنم، حتی یه نمایندگان فکری جامعه هنوز اونجا حضور ندارن، اما بازی دموکراسی یعنی که شما میپذیرید که در جامعه گروه های مختلف وجود دارن، شما میتونید اقلیت بشید، شما میتونید ببازید، اما این امکان رو در واقع برای خودتون پیش میارید که در این بازی حضور داشته باشید و سهم خودتون رو بطلبید و در واقع جمع‌آوری نیرو بکنید. احساس نمی‌کنید که یک پارادوکس، یک تناقض عمیق در این میان وجود داره؟ اساساً بازی دموکراتیک در یک سیستم دموکراتیک میتونه به وقوع بپیونده. در واقع تناقض در سوال شماست. یعنی شما فکر کنید در این جامعه دموکراتیک دیگه بحث ما چی بود اصلا؟ جامعه دموکراتیک خودش متولد نمیشه، بلزاد که وجود نداره که. در واقع در نبرد نو و کهنه، در نبرد آزادی و استبداد که توی حال جواب تو همه جوامع هر جایی که نگاه کنید همینطور، تو فرانسه همینطور بوده مگر انقلابی ولی چه اصل مثلا 110 قانون اساسی، فقط اینو به عنوان یه نمونه مثلا اگه بخوایم ارائه بدیم، یک فرد به عنوان ولایت فقیه و نماینده خدا بر زمین یا نماینده خدا در زمین، در واقع تصمیمات کلی و کلان کشور دست اونه. بله، برای که این در یعنی میتونه هر چیزی یا هر پروسه رو بلوکه کنه. خب برای این توجیهات ایدئولوژیکی داشته باشه. به همین دلیل کار به این جلسه بده، یعنی یک کسی نبود که این کارا رو بکنه و نخواد، نمیخواست که جامعه ما رو به سمت دیکتاتوری بره که ما امروز الان جلوی هم نایستاده بودیم. یک جامعه یک انقلابی کرد، یک حرکتی کرد که این حرکت شعارهای مشخصی داشت. این شعارها بعد از یک مدتی در واقع به دوچار انواع و اقسام تحریف ها شد، خواست ها مصادره شد، نادیده گرفته شد، فشارها اومد در سراسر کشور ما، از آذربایجان تا کردستان تا تهران تا هر جای مملکت که حساب بکنید شما، در واقع حقوق مردم ایران نقض شد و رسید به اون چیزی که امروز هست. بله، اگر ما یک دموکراتی، یک رهبر دموکرات داشتیم که امروز این بحثمون نبود. یک دیکتاتوری اونجا وجود داره، این دیکتاتوری رنگ دینی داره،
دیکتاتور دیگی شده. در واقع آقایون برای حکومت دیکتاتورانشون بر روی زمین از آسمون حکم میارن و مردم دقیقا علیه این حکم ایستادن و این به نظر من موفق ترین قدم مدنی جامعه ایرانیه که دیگه میگه که ما برای زندگی کردن احتیاج نداریم که احکاممون از طرف آسمون میاد. احکاممون باید روی زمین تدوین بشه و توسط نمایندگان خودمون تدوین بشه. ما به عنوان مردم ایران حقوقمون باید در این احکام در واقع خودش رو نشون بده. جنبش کنونی چقدر میتونه این امید رو بهش ببندیم یا امیدوار باشیم که یا عموم مردم ایران امیدوار باشن که این جنبش داره به طرفی پیش میره که تحولات دموکراتیکی بشه، نه اینکه اگر یک قرار باشه تحولی در ایران هم صورت بگیره بازم یه چرخش 180 درجه که یک نظام بدتری بر سر کار بیاد. مثلا خیلی رایجه میگن طاغوت رفت ولی طاعون اومد. به نظر من بستگی داره که خود ما چقدر در ماجرا مشارکت بکنیم. مشارکت یا شرکت در بازی دموکراسی نیست که شما رأی بدید برید خونتون بشینید. به نظر من هر چقدر که مردم ایران در سراسر کشور به هر دلیلی با هر انگیزه اقتصادی، سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک هر اندازه که در این به این ماجرا بیشتر بپیوندن، مهر خودشون رو برای روند بیشتر میزنن. هر کسی کناره میشینه، خب بعداً طبیعیه که یه روزی هم که حقش در واقع داده نشه. ولی ببینید اینطوری هست که من جنبش سبز رو در واقع به عنوان یک جنین میبینم که حاصل در واقع خواست گروه های زیادی از مردم ماست، خواست آزادی. خب این الان یک جنینه، تا اینجا به نظر من بسیار خوب پیش رفته، ولی با مشارکت همه ماست، با مراقبت ما از این جنینه که این جنین میتونه سالم به دنیا بیاد. اگر سالم به دنیا نیاد، اگر سخت بشه، میشه همین وضعی که الان داریم. یعنی هیچ کدوم ما امروز حق نداریم به هیچ دلیلی از رسوندن این بار به یک گام جلوتر، مثل دو امدادی میمونه، عقب نشینی بکنیم. و مطمئنم که دشمنان ما اونقدر به حال بد آفریده شدن که هر روز اشتباهات بزرگتری میکنن و گروه های دیگه از اقشار جامعه به این جنبش خواهند پیوست. یعنی جنبش یک جنبش سیاسی، آزادی خواهی، حق طلبی، طبقه متوسط توش نقش پررنگ تری داره، ولی واقعیت اینه ما بحران سیاسی داریم، ما بحران اقتصادی داریم، بحران فرهنگی داریم. ولی خودش داره نشون میده، یعنی آقای دولت مستقر آقای احمدی نژاد حتی از اداره ساده ترین امور کشور هم عاجزه. ما در با همین طرحی که دارن اجرا میکنن یک تورم 50% خواهیم داشت. در این 5 سال گذشته بیشترین میزان درآمد نفتی رو داشتیم، ولی تعداد کسانی در کشور ما الان زیر خط فقرن حیرت انگیزه. ما کارگرامون 30-40% کارگرامون زیر خط فقر خواهند بود. یعنی این مجموعه به هر حال این به نتیجه میرسونه، اما این از مسئولیت در واقع روشنفکران و طالبان آزادی کم نمی کنه. خانم امیری، شما خیلی بر حق شهروندی، یعنی شرکت در پروسه انتخابات و رای دادن به عنوان حق و استفاده از حقوق شهروندی استفاده کردین و پافشاری میکنین. از یک سو طرفداران نظام، اونایی که در حاکمیتن، میگن تمام کسانی که شرکت کردن به نفع جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی. معترضین هم ادعا میکنن که برای تغییر. دیدگاهتون در این رابطه چی است؟ ببینید این جنبش به نظر من با همین رأی من کو شروع شد، ولی در واقع نارضایتی های 30 ساله در پسش بود. هرچی جلوتر رفت و رژیم در واقع رفتار خشنتر و نابخردانه در برابرش گرفت، خواستهاش علنی تر شد و اونو در واقع زن بیرون. اما واقعیت اینه که به نظر من جنبش سبز ترکیبی از افکار و تمایلات فکری مختلف مردمه و این از سیاه توش هست که از کسانی که میخوان جمهوری اسلامی باقی ببینه با کمی تغییرات، تا سرخ کسانی که فکر میکنن همین با یک اشاره انگشت میشه یک شرایطی رو عوض کرد. طیف‌های مختلفی توش وجود دارن و همین خودش نشون دهنده مجموعه اینه که از چپ تا راست ما به این نتیجه رسیدن که در واقع جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایران باشه. از شرکت شما در این گفتگوی کوتاه بسیار سپاسگزارم خانم نوشابه امیری، نویسنده روزنامه‌نگار. مرسی.